اضافه کنم که این اعتراضات در کارخونه لوله‌سازی اهواز هم ادامه داره و خبرها حکایت از تصمیم به اخراج 100 تن از کارگران قراردادی از این کارخونه میکنه. یکی از کارگران این کارخونه خطاب به پاسدار احمدی‌نژاد گفت کارگران شاغل را از کار اخراج نکنید، ایجاد اشتغال برای 2.5 میلیون نفر پیشکش. همچنین طی روزهای اخیر 100 تن از کارگران لاستیک البرز و کارگران ذوب‌آهن اصفهان به طور جداگانه برای اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشون و نداشتن امنیت شغلی به جلوی مجلس ارتجا رفتن و این اعتراضات ادامه داره. بله، این بود گزارش مختصری از اعتراضات کارگری در روزهای اخیر. با تشکر. خبری که مثلا حالا دیگه حالت موثق داره اینه که حالا دیگه نتیجه رسیدن که قراردادها رو اخراج کنن. توجه میکنین چون الان یکی صحبت اینه دیگه که سرمایه گذاری که میخواد بیا گفته باید نیواش هم بشن. در اصل اینه که قراردادی هم زیاد داریم، حالا نزدیک سال خوبی قراردادی داریم، اینا رو دارن میخوان اخراج بکنن. بعد اینا از اصلا استفاده بکنن تا ببینن به چه صورت. البته این میگم که حتمیه، ولی که چه سرمایه گذار حالا میاد نه ادامه کار میده مشخص نیست. بنا دارن راه رو هموار میکنن براش که بدون قراردادی هم اصلا بکنن سب نفر بیشتر هم میگه با کلا سب نفر بیشتر هم بله. خب متاسفانه بیشتر اینا خیلی بنده مورد میشه وارد میشه. حالا اگر این کار حرکت داشته باشه که داره و من مطمئنم که داره، چون یه بار این قراردادی را چی به اخراج بشن؟ نه شکلات گذاشتی که به دستمون رسید از این است که رژیم آخوندی در وحشت از برپایی تظاهرات ضد حکومتی در روز جهانی کارگر شروع کرده به اقداماتی از جمله اقدام مضحک و مسخره برپایی یک تجمعی از عناصر دستچین شده خودش که بعد این مزدوران رو ورداشت برد بهش زهرا سر قبر خمینی دجال تا مثلا یک اقدام نمایشی انجام داده باشه. اما باز بر اساس همین گزارشاتی که از همین صحنه خبر دادن این بازی نمایشی سوت و کور رژیم به هیچ رونقی نرسید و بسیار سوت و کور برگزار شد و کارگرها درش شرکت نکردند.